سلام های گرم و صمیمانه من سیما بهاری به شما عزیزان بیننده، امیدوارم خوب و سلامت و سرحال باشید. از برنامه نگاه روز در خدمتون هستم با همکارم جمیل فرزان. 28 ماه اکتبر یعنی روز جمعه آینده فردا قراره که از جانب فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تظاهراتی در شهر استکهلم برگزار بشه. همراه میشیم با سارا نخعی، مسئول فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در شهر استکهلم، تا در رابطه با همین تظاهرات با ایشون گفتگو بکنیم. خوشبختانه سارا نخعی در استودیو حضور دارن، با تشکر از ایشون که دعوتمون رو پذیرفتن. سلام عرض میکنم بهتون. منم سلام میگم خدمت شما و همچنین بیننده ها و خوشحالم که از طریق این صدا من ارتباط پیدا میکنم با بیننده ها. فکر کنم البته بیننده هامون شما رو میشناسن. خب و ما از 28 اکتبر و تظاهراتی که قراره در شهر استکهلم برگزار بشه. روز جمعه شما فراخوان به تظاهرات دادید. اعتراض شما به چیه؟ بله، این اکسیون کلن اکسیونی هستش که ما یک کمپینی رو فراخوان دادیم فدراسیون به کمک سایر تشکل‌های مدافع حقوق پناهندگی، و تقریبا دو ماهی هستش که ما همراه با این تشکل‌ها در رابطه با این کمپین داریم فعالیت می‌کنیم و در واقع آخرین روز کمپین فردا هستش که یه اکسیون سراسری هست که تشکل‌های خیلی زیادی پشتیبانی کردن از این اکسیون و از شهرهای مختلف سوئد قراره که پناهنده ها و همه کسانی که اعتراض دارن به وضعیت پناهندگی که توی سوئد هستش بیان و در این اکسیون شرکت کنن، و در واقع اعتراض ما به وضعیتی هستش که اینجا هست، یعنی در واقع به سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد و به وضعیتی هستش که اینجا دوستان پناهجو دارن، و در واقع فردا میخوایم با این اعتراض وسیع و گسترده‌ای که میشه ما بتونیم هرچه بیشتر افکار عمومی اینجا رو جلب کنیم به اینکه این وضعیتی که هست برای دوستان پناهجو غیر قابل تحمل هست و باید دولت سوئد در رابطه با این وضعیت به نفع پناهجوان قوانینش رو تغییر بده. بله. آیا هیچ راه دیگه نیست؟ یعنی جور دیگه نمیشه دولت سوئد رو تحت تاثیر قرار داد که شما متوسل شدین به مسئله اعتراض و تظاهرات به این صورت؟ بله، حتما راه های دیگه ای وجود داره، ولی راهی که ما همیشه به عنوان یه تشکلی که دفاع میکنیم از حق و حقوق پناهندگان و این راهی که ما در واقع همیشه پشتش بودیم و میخواییم از دوستان پناهجو و همه کسانی که در رابطه با مسئله پناهندگی دفاع میکنن پیشنهاد میکنیم که این راه که راهی هستش که خود با کمک خود دوستان پناهجو و همچنین تشکل‌ها و مدافعین حقوق پناهندگی متشکل و به صورت گسترده بیان به میدون، وگرنه خب راه‌های دیگه‌ای هست که اخیراً ما دیدیم. متاسفانه البته میتونم بگم که دوستانی که دست به این کارا میزنن حتما از روی استحصال هست، مثلا اعتصاب غذا، دهن دوختن یا به هر حال مبارزه‌ای که در واقع میشه گفت که انفرادی هست و متشکل نیست. رایی که ما همیشه در واقع پیشنهاد میکنیم و در رابطه با این راه تلاش میکنیم مبارزه متشکل هست، و در واقع ثمرات این مبارزه رو همیشه دیدیم و در رابطه با این کمپین هم امیدوار هستیم که این بارم مثل همیشه این مبارزه متشکل و اینکه دخالت دارن به خصوص هم دوستان پناهجو هم سایر تشکل ها این دفعه هم بتونه این راه مثمر ثمر باشه که مطمئنیم حتما همینطور هست. من فکر میکنم که شاید کم و بیش بینندگانمون هم بدونن که تابستون گذشته، میشه اینطوری گفت چند ماهی بوده که شما به شدت درگیر بودین برای که جلوی دیپورت پناهجویان رو بگیرین. چرا دولت سوئد این چنین رفتار میکنه با پناهجو؟ شاید هم اینجوری بهتره بگم، آیا فقط با پناهجویان ایرانیه اینطوری رفتارش، یعنی که سایر ملیت هم همینجوری تحت فشار هستن و
فرستاده میشن یا به هر حال اقامت نمیگیرن. بله، این سیاست دولت سوئد میتونم بگم که فقط در رابطه با پناهجویان ایرانی نیست. فقط فرقی که کرده اوضاع احوال اخیر اینه که قبلا به این صورت بود که دوستان پناهجویی که از ایران میومدن و پاس نداشتن، اینا به در واقع تلاش نمی کردن که، یعنی پلیس تلاش نمی کرد که اینا رو دستگیر کنه و برگردونه، ولی اخیراً به خصوص 6 ماهه اخیر پلیس سوئد تلاش میکنه دوستان پناهجو که حتی پاس هم ندارن و حتی فعالیت هایی که کردن و کیسشون به این صورت هست که واقعا جونشون در خطر هست اگه برگردن، ولی به زور دستگیر میکنه، بازداشت میکنه و تلاش میکنه که اینا رو برگردونه، که همینطور که خودتونم اشاره کردین تو این چند ماهه اخیر چندین دوست پناهجو رو دولت سوئد، یعنی با کمک پلیسش بازداشت کردن، تو بازداشتگاه نگه داشتن، ولی خوشبختانه همین مبارزات متشکل و همه جانبه هم از طرف خود دوستای پناهجو و هم از طرف فدراسیون و همچنین دیگر تشکلهای پناهندگی ثمره داد و این دوستان بیشترشون از بازداشتگاه آزاد شدن و اقامت هم گرفتن خوشبختانه اکثرشون. ولی خب هنوز که هنوز دولت سوئد این تلاش رو میکنه و پناهنده رو میگیره، پناهنده هایی که اینجا به صورت از نظر دولت سوئد به صورت غیرقانونی زندگی میکنن میگیره و بازداشت میکنه و در واقع این کمپینی که ما الان راه انداختیم در اعتراض به وضعیت نه تنها پناهجویان ایرانی بلکه بقیه پناهجو هست، چون این سیاست رو فقط دولت سوئد در رابطه با پناهجویان ایرانی نداره، در رابطه با همه پناهجویان این سیاستش هست، ولی خوشبختانه به یمن اینکه پناهجویان ایرانی اینجا تشکل دارن مثل فدراسیون و مثل تشکل‌های دیگه‌ای که دفاع می‌کنن از حقوق پناهجوها، در واقع دولت سوئد نمیتونه بیخبر این کار رو انجام بده، ولی در رابطه با ملیت‌های دیگه و دوستان پناهجو از کشورهای دیگه که کشورهای دیگه میان تا حدی میتونه این کار رو بکنه، یعنی مخفیانه پناهجو رو بگیره، دستگیر کنه، بازداشت کنه و به کشورهاشون برگردونه. ولی تا اونجایی که این اخیراً در رابطه با دوستان پناهجویان ایرانی بوده، هر پناهجویی که در واقع فدراسیون در جریان کیسش بوده و همچنین بقیه تشکل‌هایی که دفاع می‌کنن از حقوق پناهندگی در رابطه با کیسشون بودن، نتونسته پلیس سوئد نتونسته اینا رو به ایران برگردونه. بله. خب شما یه مقدار از دستاوردهای فدراسیون برامون اینجا گفتین، منتها فدراسیون یک تشکل بسیار سابقه داری هست و خیلی وقته که داره فعالیت می‌کنه. خوبه که یه ذره برگردیم به عقب، یه کمی عقبتر رو نگاه بکنیم، ببینیم کلن دستاوردهایی که داشته تا حالا رو چجوری ارزیابی میکنین، اصلا کلن ثمر بخش بوده این نوع فعالیت شما به نظرتون؟ من خودم الان سالیان سال با فدراسیون هستم، یعنی میتونم بگم که 13 سال هست الان اینجا توی سوئد فعال فدراسیون هستم و من واقعا روز به روز این ثمره این فعالیت های فدراسیون رو میبینم و همیشه در واقع خواستم و اینکه میخوام بگم که پناهنده بدون تشکل هیچ کاری نمیتونه بکنه و خواست قلبیم اینه که پناهجوان واقعا فکر نکنن که تنها اگه تنها بیان کیس بدن و واقعا که قوی ترین کیس هم داشته باشن ولی مراجعه نکنن، یعنی به فدراسیون مراجعه نکنن یا به تشکل به بقیه سازمان هایی که اینجا دارن متشکل در واقع سازماندهی میکنن پناهجوان رو مراجعه نکنن، میتونم بگم که موفق نمیشن و آرزوی قلبی خودم این هستش که پناهجو حتی قبل از اینکه خودش رو به اینجا برسونه، قبل از اینکه کیس بده، حتما با فدراسیون یا با تشکلهای دیگه در تماس باشه، به خاطر اینکه انقدر واقعا این سیاست‌های دولت‌ها انقدر غیر انسانی هست که پناهجو تنها راه به جایی نمیبره و همینطور که دولت ها متشکل هستن به نظر من ما و پناهجویان هم باید متشکل باشیم وگرنه موفق نمیشیم. یه جورایی این سال آخری من اینجا میخوام مطرح بکنم، یه جورایی توی صحبتاتون مطرح کردین که
به هر حال پیامی دادید به پناهجوها که متشکل کنن خودشون رو. حالا من میخوام تو همین سوال آخر بگم پیامتون به پناهجوها، پیامتون به مردمی که حامی پناهجوها هستن چی هست؟ بله، من تو صحبتام بود، واقعا پیامم اینه که دوستان پناهجو اولا ناامید نباشن، به خاطر اینکه یه تشکلی مثل فدراسیون سالیان ساله داره از بیدریق از حقوق پناهنده ها دفاع میکنه و دفاع میکنه و خوشبختانه میگم که فدراسیون یه ظرفی هستش که تا حالا سعی کرده و واقعا موفق هم بوده تو این راه، تلاش کرده که پناهجوها رو متشکل کنه و من واقعا میخوام هم از دوستان پناهجو و هم از همه کسانی که دفاع میکنن از حقوق پناهجو، اگه پناهجو هم نیستن ولی معتقدن به مسائل انسانی، حتما به این تشکل بپیوندن و من فکر میکنم که واقعا بدون تشکل نه تنها مسئله پناهندگی پیش نمیره، بلکه به نظر من هیچ مسئله ای که آدم میخواد بالاخره به یه هدفی برسه بدون تشکر و بدون مبارزه متشکل پیش نمیره، چون به نظر من گرفتن حق پناهندگی یه جنگه بین یه سری انسان که واقعا مجبور شدن از کشوراشون بیان بیرون و مقابل یه دولتایی که اونا هم به جای این که از پناهنده بیان دفاع کنن متاسفانه به خاطر منافعشون از دولت‌ها دارن حمایت میکنن و تو این جنگ اگه متشکل نباشیم راه به جایی نمیبریم و من پیامم به دوستان پناهجو این هستش که حتما سعی کنن که یا به فدراسیون که ما سفارش میکنیم به فدراسیون، ولی چون خب من خودم فعال فدراسیون و از مسئولین فدراسیون هستم، ولی به هر حال هر تشکلی که احساس میکنن که داره از حقوقشون بیدریق دفاع میکنه به اون تشکل بپیوندن و سعی کنن که مبارزشون رو که در واقع همینطور که گفتم یه مبارزه پیگیر و همه جانبه باید باشه متشکل پیش ببرن. خیلی متشکر از شما که دعوتمون رو پذیرفتید و من امیدوارم که تظاهرات روز جمعه که الان حتما بعد از اینکه صحبت کردم با شما میگم که چه ساعتی کجاست، شاید دوستانی صدامون رو بشنون توی استکهلم زندگی کنن و بخوان که بیان توی این تظاهرات، امیدوارم که تظاهرات خوبی باشه، امیدوارم دستاورد داشته باشه و امیدوارم که بتونیم در بعد از این برنامه‌ای که پیش بردین برنامه دیگری داشته باشیم اختصاص بدیم به دستاوردهای این فعالیت معین. بله، منم تشکر میکنم از شما و با امید دیدار دوستانی هستم که صدای منو میشنون و امکان اینو دارن که فردا توی میدون شهر استکهلم جمع بشیم، میدون سرگستاری. بله بله، دوستان گرامی صحبت ما رو شنیدید با سارا نخعی، مسئول فدراسیون سراسری پناهندگان در شهر استکهلم. همطور که سارا اشاره کرد فردا 28 اکتبر در شهر استکهلم در میدون سرگل توری مشهوره جمع میشیم ساعت 5 بعد از ظهر، بعد از اون راهپیمایی میکنیم به طرف مجلس. کسانی که صدای ما رو میشنوند، کسانی که امکانشو دارن که از شهرهای نزدیک به استکهلم مسافرت بکنن و بیان به استکهلم، بدونید که امروز اگر از حق پناهندگی دفاع میکنیم، فردا داریم از حق انسانی هر تک تک خودمون دفاع میکنیم و راجبش حرف میزنیم. به امید دیدار و به امید موفقیت، من سیما بهاری و همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزومندیم. پیروز باشید.